همچنان که از مناظره های کاندیداها برمی آید، مسئله مرکزی حکومت بهبود وضع مدیریت است. فکر می کنند با مدیریت بهتر می توانند جامعه را بهتر کنترل کنند و با اطمینان بیشتری با رخدادهای آینده مواجه شوند. همین مراسمی که برای انتخاب جانشین رئیسی برپا کردند خود امری مدیریت شده است. اگر پزشکیان انتخاب شود، من دلیل خاصی برای خوشحالی ندارم، چون معیارم این نیست که این بهتر از بقیه است. چون این انتخابی را به مثابه سطح پایین سلیقه در میان بخشی از جامعه می‌بینم و نیز علامت غلبه استراتژی بقا در میان بخشی محتملاً بزرگتر، فرودستان و بخش پایینی طبقه میانی درگیر مسئله بقا هستند و از میان آنان کسانی که می‌روند و به پزشکیان رأی می‌دهند لابد فکر می‌کنند که شاید این فرد اندکی از مشکلات کم کند و ممکن است قالیباف انتخاب شود، که در این حال با یقین بیشتری فکر می کنم رژیم در برنامه ریزیش موفق بوده و این طبعا ناراحت کننده است. اصل ناراحتی ولی به این برمی گردد که انرژی جنبش زن زندگی آزادی در تشکل و برنامه و زبان مشترک و امکان فراخواندن همدیگر برای مقاومت فعال ذخیره نشده است. اصل ناراحتی به این برمیگردد که چرا مسئله اجتماعی با وجود حدت و شدتش امکان بازنمایی برانگیزاننده نیافته است. در فراخوان‌ها به شرکت من خوشخیالی می‌بینم با این مضمون که شاید وضع بهتر شود چون فلانی آدم خوبی است. وقتی سیاست محتوای اجتماعی نیافته و درسگیری از گذشته وجود ندارد، کسانی جرأت میکنند این گونه جامعه را مورد خطاب قرار دهند. چون این چیزهایی را که میبینیم باید خودمان را سرزنش کنیم. اما فراخوان ها به تحریم عمدتاً شکوایی هستند، افشاگری های همیشگی برحقند، اما این کافی نیست. دقت کنیم که فراخوان به تحریم تا چه حد گره می‌خورد به توجه به فاجعه معدن شازند، به توجه به اعتصاب کارگران پیمانی نفت، به اعتراض به سمپاشی انتخاباتی علیه همشهریان افغانستانی، به اعتراض افزودن بر میزان حبس نرگس محمدی، به اعتراضهای معلولان با خبر بستن در گورستان خاوران به روی خانواده‌های اعدام شدگان تابستان 67، آن هم درست در زمانی که یکی از قاتلان آنان پور محمدی در تلویزیون بلبل زبانی می کند. تلخ و صریح می گویم تا زمانی که وضع این گونه است رژیم می تواند مدیریت کند و برنامه‌اش برای بهسازی شیوه های مدیریتی خود را پیش برد. زمانی شاید لازم باشد در انتخابات شرکت کرد، درست برای به هم زدن برنامه ترمیم مدیریت. اما در حال حاضر رأی دادن، نیرو دادن به این برنامه ترمیم است. ممکن است کار به دور دوم بکشد و فضا هیجانی شود و ظاهری دو قطبی بیابد. باز چیز خاصی عوض نمی شود. در مناظره‌های تلویزیونی ترس از اعتراضات مردم محسوس است. هدفشان مدیریت بهتر است تا فقط بر سرکوب عریان تکیه نداشته باشند. در مناظره‌ها آنچه به طور ویژه خوشحال کننده است ترسی است که زنان در دل
عوامل رژیم انداختند. امیدوارم همه از این ماجرای انتخابات درس بگیریم. راه رهایی روی کرد به جامعه، درک مسئله اجتماعی، تشکل یابی و تقویت جامعه مدنی است. بقیه راه ها راه های نظام حاکم است، نظامی که ممکن است شکل عوض کند بدون اینکه در ماهیت تبعیضگر و بهره‌کش آن چیزی تغییر کند.